این اواخر بالاخره چهره منفور این روزهای کمپانی WWE نیک خان، کسی که تصمیم به اخراج کشتیگیران گرفته و WWE رو تبدیل به کشتارگاه استعداد کرده، جلوی دوربین حاضر شده و درباره دیدگاه خودش و آینده کمپانی صحبت کرده که ابتدای مصاحبه تقریبا 20 دقیقه ایش صحبتاش رو با اشاره به اینکه نقش مهمی در قرارداد بین کمپانی WWE و فاکس که باعث شده شوهای اسمکداون در فاکس پخش بشه شروع میکنه. از این کارش به عنوان یک موفقیت برای WWE یاد میکنه که گویا این کار باعث میشه که در آگوست سال 2019 با تریپل ایچ و استفانی مکمن دوست بشه و تریپل ایچ برای جشن تولد 50 سالگیش که یه مهمونی خصوصی با دوستای نزدیک و خانواده بوده، نیک خان و همسرش رو به این مهمونی دعوت میکنه و به این شکل نیک خان در کنار خانواده مکمن قرار میگیره و پیش زمینه کار کردن در WWE از اینجا استارت میخوره. نیک خان علاوه بر پرو رسلینگ به بوکس و MMA هم علاقه داره و توی رسلمنیای 9 به عنوان راهنما کار کرده، چون که اون زمان پول بلیت نداشته و برای اینکه بخواد رسلمنیا رو ببینه اونجا مشغول به کار میشه و رسلمنیای 1 رو از نزدیک دیده و از همون دوران نوجوانی هوادار پرفاقورس کمپانی WWF بوده و صد البته حضور آیرون شیخ در این کمپانی براشون لذت بخش بوده، مخصوصا وقتی که آیرون شیخ فارسی صحبت میکرد و متوجه میشدن که چی داره میگه. از اینکه وقتی از ایران به همراه پدر و مادر و خواهرش به آمریکا مهاجرت کردند و توی بچگی اسباب کشی زیادی رو تجربه کردند خیلی مختصر صحبت میکنه و از آشنایی با همسرش که توی دانشگاه لاس وگاس در سال 1995 با هم آشنا شدند و تابستون امسال 26مین سالگرد اولین قرارشون با هم بوده و تونسته زندگی خوبی برای خودش و همسرش و فرزندانش به وجود بیاره هم میگه و باعث افتخارشه که در سیستم کمپانی WWE که روزی در اونجا به عنوان راهنمای تماشاچیان کار کرده، الان به عنوان تصمیم گیرنده مهم کمپانی WWE شناخته میشه، اما به گفته خودش مغرور نیست. توی صحبتاش در این مصاحبه اشاره میکنه که توی توییتر اکانت داره اما فعالیتی نداره و مرموزانه طور اخبار و ریاکشن مردم نسبت به اتفاقات رو دنبال میکنه و حضور و نگه داشتن تماشاچیان برای دیدن شوها رو مهم میدونه. پس داره میبینه که خیلی از هواداران واقعی حرفه پرو رسلینگ از شرایط فعلی کمپانی WWE ناراضین. به هر حال این مصاحبه یک روز قبل برگزاری سامرسلام 2021 ضبط شده و بعد از سامرسلام 2021 پخش شده که در اینجا نیک خان اعلام میکنه 45,000 بلیت برای سامرسلام 2021 فروختن، که این در حالیه که کمپانی WWE اعلام میکنه 51,326 تماشاچی در سالن حاضر بوده. این وسط یکی داره آمار غلط و دروغ میگه که بابت این قضیه تصمیم گیری رو میذارم به عهده خودتون. از نیک خان در مورد اخراجایی که انجام شده و مردم این اخراج کردن ها رو از چشم نیک خان میبینن پرسیده میشه که نیک خان در جواب میگه ما یه مجموعه هستیم و همونطور که میدونید WWE فقط یک رئیس داره و اونم وینس هستش. پس بین بروس پریچارد که به پروسه خلاقیت نظارت میکنه و بین کوین دان که روی همه محصولات ما نظارت داره و بین استفانی و تریپل اچ که همشون توی این تصمیمات نقش دارن، این وینس که رأی نهایی رو توی موضوعات میده. این صحبتش رو میخوام براتون باز کنم. نیک خان قبل از اینکه توی WWE باشه وکیل بوده، پس خوب بلده با کلمات بازی کنه و خودش رو از مشکلاتی که به وجود آورده خلاص کنه. بیرا هم نمیگه، تصمیم نهایی رو وینس میگیره. اما تصمیم غلط کی گرفته میشه؟ زمانی که آمار و اخبار دروغ به وینس تحویل داده بشه، مشابه تعداد تماشاچیان سامرسلام که قضیهش درس پیدا کرده. حالا کسایی که ازشون اسم میبره، بروس و کوین دان، جفتشون جزو منفورترین های این کمپانی هستن که بخوام براتون از طرز فکر کوین دان بگم، یکی این که میخواسته بکلینچ رو نابود کنه چون استعدادی توش نمیبینه و این که میخواسته جلوی قهرمان کمربند اصلی شدن کسایی که لهجه دارند و غیر آمریکایی هستن رو بگیره. جفتشون
بروس و کوین از اون تیپ آدمایی هستن که اگه وینس بگه زانو بزنید یه پورتو فلالی واسم برید، میگن به به چه ایده ی نابی. تریپل اچ با این آدم کوین دان مشکل داره و پشت پرده خیلی تلاش کرده که این شخص از این کمپانی دومشو بذاره رو کولشو بره، اما نتونسته. چرا که وینس به این شخص وفادار مونده، چون خانواده کوین دان به پدر وینس توی به وجود اومدن کمپانی WWE کمک کردند و باشون کار کردند. دختر وینس رو حقیقتا نمیدونم چند مرد علاجو کار خاصی نشدیدیم بکنه، تنها حرکتش انقلاب زنان بوده که الان اگه به زنان کمپانی WWE نگاه کنیم انقلابی حس نمی کنیم. و تریپل ایچ هم که همین که 13 نفر رو بدون اطلاع دادن بهش از NXT اخراج کردن، فکر کنم گویای مطلب باشه که چقدر توی تصمیمات تأثیرگذار بوده. از نیک خان سوال میشه چرا این همه اخراجی داشتید، که نیک خان در جواب میگه من فکر نمی کنم یه توضیح خاص برای این اتفاق وجود داشته باشه. فکر میکنم اینجا چیزی که بهش توجه میشه اینه که این شخص الان میتونه برای ما یه کاری بکنه یا در آینده یه دور. در ضمن اینم بگم که ما یه آزمونی هم داشتیم توی لاس وگاس، یه آزمون دو روزه که 19 آگوست تموم شد که تریپل اچ، جانی لورنایتس، بروس پریچارت و بقیه ماها بهش نظارت داشتیم و استعدادهای جدید زیادی رو هم گرفتیم. من نمیگم بقیه رو اخراج کردیم واسه اینا، ولی چیزی که ما دنبالشیم یه آینده مطمئنه. ما به گذشته توجهی نمی کنیم. اگه کسی فکر میکنه دیگه نمیخواد با ما باشه و میخواد بره، ما مشکلی نداریم. برای ما این مهمه که الان چی میتونه به محصولمون کمک کنه و اینکه چه چیزایی لازم داریم برای آینده. راستری هم که در حال حاضر داریم بر اساس همین منطق چیده شده. از گذشته آدم میتونه درس بگیره و اینکه گذشته رو به طور کامل فراموش کنیم باعث میشه که اشتباهاتی که توی گذشته به وجود اومده دوباره تکرار بشه. تا جایی که میدونم کمپانی رسلینگ یه کمپانی تولیدی نیست که از یه سمت آدم ها بیان داخلش از اون سمت اسطوره ازش خارج بشه. در ضمن آدم هایی که توی این کمپانی کار میکنن ربات که نیستن. شرایط و اتفاقات زندگی باعث میشه تو زندگی افراد تغییراتی به وجود بیاد. این که بگیم الان چی میتونه به محصولمون کمک کنه و هر کی فکر میکنه دیگه نمیخواد با ما باشه را باز جاده دراز، حقیقتا نمیشه کار کرد. مثل اتفاقی که برای تام فیلیپس گزارشگر خوش صدا افتاد. طرف از سال 2012 توی این کمپانی WWE یعنی 9 سال فعاله، کرونا گرفت، در جا اخراجش کردند و سری با ادنان ورک جایگزینش کردند. انسانیت توی این تفکرات نیکخان به صفر نزدیک و از طرفی یک کشتیگیر زمانی تو ذهنا موندگار میشه که برای یه مدت طولانی تو شوها حاضر باشه و طعم قهرمانی، باخت، استوری خوب، مومنت هیجان انگیز رو بچشه. اگه 20 سال پیش با اندرتیکر هم میگفتن نه تو به درد ما نمیخوری، اصلا دیگه الان اندرتیکری نمیشاختیم، مثل کاری که با بری وایت و آلیستر بلک کردن. پس اینکه هی استعداد جدید وارد این سیستم کنی و هی اخراج، تبدیل به یک کارخونه میشی که همه رو یک شکل و یک جور میده بیرون. به جای جذب آدم‌های جدید روی همینایی که هستن کار کنن بهتره، چون که تعدادشون هم کم نیست و بالاخره هر کمپانی ظرفیتی داره. خوشبختانه طبق حرفای نیک خان هنوز به فکر فروختن کمپانی WWE نیستن، اما به پیشنهادها گوش میدن. در مورد AEW بدون اینکه اسم AEW رو ببرن صحبت کردند و همچنان از صحبت‌ها معلومه که به AEW اهمیتی نمیدند و در حدی نمیبیننش که بخواد با WWE رقابت کنه، و به جای اینکه نگاه بندازن بقیه دارن چی کار میکنن، مسیر خودشون رو دنبال میکنن و بیتوجه به رقیبا راه خودشون رو میرن. که حضور ناگهانی براک لسنر توی سامرسلم در مقابل بازگشت پانک در AEW کاملا مشخصه که چقدر این حرفای نیک خان با عمل یکیه. نیک خان از این که کمر به نابودی NXT بسته هم میگه و قراره ظاهر شوها، تهیه کنندگی شوها و همه چیز برند NXT متحول بشه، هرچند که نیک خان گفته با همکاری خود تریپل ایچه.
اما فکر کنم این همکاریه از اون همکاریاست که زودتر طرف رو بخوان بذارن کنار رو طرفم هم همکاری کنه. لوگوی برند NXT که وقتی نیست تغییر کرده و تبدیل شده بود به این، الان شده این. نیک 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 نیکولاریان. کارتون میخوان پخش کنن؟ از طراحی مسخره و بچگونه لوگوی NXT میشه فهمید چه بلایی قرار سر NXT بیارن و ما هم از اونجایی که کاری از دستمون بر نمیاد برای احترام به NXT یه F براش کامنت کنید. توی مصاحبه سوال خوبی پرسیده میشه و این سوال اینه که بهتر نیست شوهای را از 3 ساعت به 2 ساعت تغییر کنه؟ چیزیه که بارها و بارها گفتم، زمان شوهای را و اسمکداون، زمانی که هیچ استوری سرگرم کننده ای ندارند واقعا زیاده، که نیکخان نبرداشته نگذاشته گفته بهتر بود که شو را 4 ساعت بود و شو اسمکداون 8 ساعت که اینجوری پول بیشتری به جیب بزنن. اواخر مصاحبه درباره خواهرش که توی سریال یانگ راک که برای دوین جانسون ساخته شده و جزو سازنده های این سریال هست صحبت میکنه که فاقد درست حد زدی اهمیت. توی این مصاحبه دیدگاه و پلنهای نیکخان برای آینده مشخص و جالبه که دیدگاهش با دیدگاه من 180 درجه متفاوته، که در نوع خودش زیباست و اگه این جبر جغرافیایی نبود میتونستیم در نقطه مقابل هم قرار بگیریم و درگیری بین دو شخصیتی که افکارشون با هم فرق میکنه توی این دنیا سرگرم کنند و جالبه. توی کامنت ها بگید که موافق صحبت های نیکخان هستید یا مخالفش. امیدوارم که جسم و روحتون سالم باشه. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید، و اگه میخواید ویدیوهای بیشتری ببینید حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و از طریق سایت raymeet.ir/thegametriple6 میتونید دونیت کنید. و تا ویدیوی بعدی خلاق و آفریننده باش. Anything specific that you want? Mother.